سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست فرمول رشد شخصی در ایمان به خدا. فرمول رشد شخصی در ایمان به خدا. آیات کلیدی این مطالعه در کتاب یعقوب فصل 1 و آیات 19 تا 25 هستند. ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در این قسمت از کتاب مقدس در یعقوب فصل 1 آیات 19 تا 25 چنین می‌خوانیم: برادران عزیز، به این نکته توجه کنید، بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید و زود خشمگین نشوید، زیرا خشم نمی گذارد آنطور که خدا می خواهد خوب و درست کار باشیم. بنابراین هر نوع ناپاکی و عادت زشت را که هنوز در وجودتان باقی است از خود دور کنید و با فروتنی کلام خدا را که در دلتان کاشته شده است بپذیرید، زیرا این کلام قدرت دارد جانهای شما را نجات بخشد. اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید، زیرا کسی که کلام را فقط می شنود ولی به آن عمل نمی کند، مانند شخصی است که صورت خود را در آینه نگاه می کند، اما به محض اینکه از مقابل آینه دور می شود، چهره خود را فراموش می کند. اما کسی که به کلام خدا که قانون کامل آزادی بشر است توجه داشته باشد، نه تنها آن را همیشه به خاطر خواهد داشت، بلکه به دستوراتش نیز عمل خواهد کرد و خدا عمل او را برکت خواهد داد. آمین. عزیزان، با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به ما یاد بدهی کمکمان کنی. آمین. دوست خوب من، تنها شنیدن کلام خدا کافی نیست. ما باید کلام خدا را در زندگیمون به کار بریم. عزیزان، تفاوت بین شنیدن و انجام دادن خیلی روشن و واضح به نظر میرسه، اما در کمال تعجب دیده میشه که بسیاری از مردم فرق بین شنیدن و انجام دادن را از هم تشخیص نمیدند. بسیاری دیگر از مردم هم تشخیص نمیدند که بین شنیدن و انجام دادن باید رابطه نزدیکی وجود داشته باشه. برای مثال، رابطه والدین و فرزندانشان را در نظر بگیرید. پدر و مادرها فرزندانشون را راهنمایی می کنند و انتظار دارند تا فرزندان اونها از راهنمایی هاشون پیروی کنند. با این حال، همه ما خوب می‌دونیم که فرزندان اغلب راهنمایی‌های والدین خودشون را نشنیده می‌گیرند و یا از آنها به طور کامل پیروی نمی‌کنند. اما در مورد آنچه که خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، به ما فرزندان خانواده الهی خودش میگه، این مشکل چطور مربوط میشه؟ عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، کلامش را نه فقط برای شنیدن آن به ما عطا فرموده، بلکه برای اطاعت کامل از هر آموزه آن. این مهم باید حقیقت دانسته و پذیرفته ای در فکر و قلب هر ایماندار به عیسی مسیح باشه. این حقیقت که خداوند کلامش را نه فقط برای گوش دادن به آن، بلکه برای اطاعت کامل از تمامی آموزه‌های آن به ما عطا فرموده.
با این حال هر از گاهی بسیاری از ما به دستورالعمل‌ها و هشدارهای به ظاهر مناسب منابع غیر کتاب مقدسی توجه می‌کنیم و آنچه را که کتاب مقدس به ما گفته را انجام نمی‌دهیم. در برخی موارد بنا به هر دلیل اشتباهاً تصور می‌کنیم مهم نیست که کاملاً از آموزه‌های کتاب مقدس اطاعت کنیم. در برخی موارد دیگه هم خودخواهی و سعی در حفظ منافع شخصی خودمون ما را از اطاعت کامل از دستورات خدا دور می‌کنند و به دنبال خواسته‌های خودمون می‌ریم. دوست خوب من، شما چطور؟ واکنش شما نسبت به آموزه‌های کلام خدا چگونه است؟ آیا شما فقط کلام خدا را میشنوید یا از آنچه که کلام خدا به شما میگه کاملا اطاعت میکنید؟ بیایید یک بار دیگه به آیه 22 در یعقوب فصل 1 توجه کنیم. این آیه به ما می‌فرماید: اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید، بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید. آمین. دوست خوب من، بی توجهی و اطاعت نکردن از آنچه که کلام خدا به ما امر می‌کنه بسیار خطرناکه. بی توجهی و اطاعت نکردن از آنچه که خداوند توسط کلامش به ما میگه موجب میشه تا ما نتونیم راهنمایی‌های پدرانه و حکیمانه او را بشناسیم و از زندگی در اراده الهی او دور بشیم. کلام خدا در اشعیا فصل 53 و آیه 6 به ما هشدار میده که تمایل طبیعی ما اینه که به راه خودمون ادامه بدیم و همانند گوسفندی گم شده به بیراهه بریم. عزیزان، در اشعیا فصل 53 آیه 6 می‌خوانیم که ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خدا تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. آمین. عزیزان، منظور از او در این آیه خداوند و منجی بشریت عیسی مسیح است. عیسی مسیح داوطلبانه جان خودش را بر روی صلیب فدیه نمود تا تاوان گناهان بشر را یک بار برای همیشه بپردازه. حال هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره، خداوند گناهان او را میبخشه و به او حیات نو ابدی در بهش در نزد خود عطا میکنه. بله عزیزان، بسیار ضروری هست که ما ایمانداران به خداوند، به شبان دلسوز، حکیم، دانا و مهربانمان نه تنها با دقت تمام گوش بدیم، بلکه از تمامی خواسته های او که در کلامش به ما یاد داده کاملا اطاعت کنیم. عمل نمودن به آموزه‌های کلام خدا موجب میشه تا ما در رابطه و همکاری نزدیک و صمیمی با او هر روز زندگی کنیم. عمل نمودن به آموزه‌های کلام خدا موجب میشه تا ما در اراده الهی خداوند پدر آسمانیمان که برای زندگیمون منظور داشته استوار مانده و در آن اراده خاص و الهی وی زندگی کنیم. عمل نمودن به آموزه‌های کلام خدا موجب میشه تا ما از دل شکستگی‌ها، پشیمانی‌ها و شکست‌های جانکاه در امان بمانیم. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه.
چنانچه خداوند قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همینطور چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت کافی به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی گرم شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. خدا من را ستایی.